شبهای مافیا در بازی شبهای مافیا بازیکنها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می شوند. نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست. گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیاست و پیروزی مافیا در گروه برابری با تعداد شهروندان است. بازی در دو بخش شبها و روزهای متوالی انجام می شود. روزها همه نقش شهروند را بازی می کنند و در فرایند اتهام زنی، دفاع و رأی‌گیری تلاش می کنند مافیا را کشف و با اکثریت آرا از شهر بیرون نمایند. پس روزها نقش واقعی هر کس نباید دیده شود و بازیکنان فقط سعی بر متهم کردن مافیای واقعی و دفاع از خود دارند. در روز نقش گنجی در جیب بازیکن است. دانستن آن توسط بازیکن دیگر یا فهمیدن نقش دیگری در شب با تقلب یا هر گونه اطلاق نقش بازی را بی هدف می کند و باعث اخراج بازیکن توسط گرداننده می شود. در گفتگوهای روز نقش برای هیچ کس اهمیت ندارد و فقط تعیین گروه شهروندی یا مافیایی در کلمات و رفتارهای بازیکنها حائز اهمیت است. هر روز پس از گفتگو با رأی‌گیری دور اول، بازیکنانی که بیشترین رأی اتهام را دریافت کردند از خود دفاع می‌کنند و با رأی‌گیری دور دوم که در خواب نیمروزی و چشمان بسته انجام می‌شود، یک نفر از بازی خارج می‌شود. در دور دوم رأی‌گیری هر کس یک انتخاب دارد. در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می نشینند که کدام شهروند را مورد هدف قرار دهند. پس از آن گرداننده برخی شهروندان را نیز برای اجرای نقش های شب خود بیدار می کند. نقش های شب های مافیا. گروه شهروندان. شهروند. دو نفر از بازیکن ها نقش یک شهروند ساده را دارند که بالاترین مشارکت آنها در بخش روز و رأی گیری است. شهردار فقط یک بار در طول بازی می تواند دور دوم رأی‌گیری را ملغا و از خروج یک بازیکن جلوگیری نماید یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رأی‌گیری از بازی خارج کند. دکتر هر شب می تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. روان پزشک دو بار در طول بازی می تواند قدرت مکالمه بازیکنی را بابت روان درمانی از او بگیرد. کاراگاه هر شب می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بگیرد. البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می شود. حرفه‌ای هر شب می تواند به یک مافیا شلیک کند، اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودش از بازی خارج می شود. جان سخت با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی شود و البته از شلیک اول نیز بی خبر است. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی به عهده اوست و او دوبار می تواند استعلام وضعیت بگیرد. گروه مافیا، پدرخوانده مافیا. استعلام پدرخوانده برای کاراگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا به عهده اوست. دکتر لکتر هر شب می تواند یک نفر را از شلیک نجات دهد. لکتر جان خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. مافیای ساده. دو نفر اعضای مافیا که در شب با همراهی خود به پدرخوانده و دکتر گروه مشورت می دهند. در پایان رأی‌گیری بازیکن اخراجی از بین 6 کارت با انتخاب تصادفی وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین و اگر قرار به ترک کامل بازی بود او حق دارد 20 ثانیه بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید. و اما وضعیت آن 6 کارت. مسیر سبز. بازیکن اخراجی می تواند یک بازیکن دیگر را در مسیر سبز قرار دهد و به این ترتیب بازیکن دارای کارت در آن روز با هر اتهامی مسئول از رأی‌گیری و دفاعی است. فرش قرمز. یار اخراجی بازیکنی را متهم می‌کند و فرش قرمزی برای قرار گرفتن در رأی‌گیری پایان آن روز برایش پهن می‌کند. ذهن زیبا. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت می‌تواند نقش یک بازیکن دیگر را حدس بزند و برملا کند. چنانچه حدس او درست باشد، خود او به بازی برمی‌گردد. بی‌خوابی. در پایان آن روز بازی کسی نمی‌خوابد.
زد و خوردی در شب وجود ندارد و بازی به روز بعد میرسد. سرگیجه. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت در هر نقش یا طرفی که باشد باید یک حقیقت مرتبط به بازی را وارونه بیان نماید و گرداننده این موضوع را تایید کند و سپس آن بازیکن از بازی خارج می شود. شلیک نهایی. بازیکن اخراجی در کنار گرداننده میماند و به جای مافیا شلیک شب را به انتخاب خودش انجام خواهد داد. بازیکن بعد از شلیک نهایی کاملا از بازی خارج می شود. بازیکنی که در رای گیری از بازی خارج می شود فقط با انتخاب کارت ذهن زیبا امکان دارد به بازی برگردد. پیروزی در حقیقت است. شبهای مافیا. مافیاها از زمین و آسمون برای انتقال مواد مخدر و اسلحه و عتیقه و غیره استفاده میکنن. مافیاها کمر به نابودی شهر بستن. اما شهروندا اگر آگاه و دقیق باشن نقشه مافیاها رو نقشه برام میکنن. شبهای مافیاها فقط یک بازیه. یک سرگرمی سالم برای آموختن رمز و راز با هم بودن.
مافیاهای واقعی اصلاً شبیه من و بازیگرای این فیلم نیستن. همه نقش‌های این آدم‌های واقعی کاملاً اتفاقیه. Siciliani, assediano di soda. Non c'è altro modo che giocare. من از 12 نفر از دوستان هنرمند دیگه‌ام دعوت کردم تا در این جزیره زیبا، جزیره کیش، مافیا بازی کنم. دوستان هنرمند من پیش از این بارها این بازی رو تمرین کردن، چون قرار شما یه بازی حرفه‌ای ببینید. این گروه هم مثل گروه‌های قبل 3 دور پی در پی با هم بازی میکنن تا نتیجتاً یک گروه 4 نفره به فینال برسن. به همین ترتیب 2 گروه 12 نفره دیگه هم از آقایون و خانم ها با هم رقابت میکنن. این فصل چه گروهی داریم؟ واقعاً این گروه بی نظیره. هنرمندان، بازیگران، ورزشکار، خواننده. بریم به استقبالشون. دوستان بفرمایید. به 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 اسلحه رو بی‌زحمت بذارید کنار رو تشریف بیارید بنشینید در خدمتتون باشید. حالا ببینید عزیزان، اصلا خیلی بزرگه برادر. مال من نیست. من باید تحویل بدید. من یه شهروند ساده ام، اینو آوردم واسه مافیا. خوش اومدید. قربون شما. سلام علیکم. سلام. خوبین؟ سلام و یعنی مردمی. و این ایده سعیده چیزو بهتون تبریک میگم. بله. اصلا رو با بذاریم اونجا. بله بله، تشریف بیارید. همینجوری هی جذابتر میشه. مردم شهر به هوشی شب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان. خیلی مهربونی با اون اصلا نمیاد. مهربونی با به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر به هوشی زمان اصلا رو کنار بذارید. قانون بازیه و تشریفی هایی در کنار دوستان. کیو باید بزنم اصلا رو بی زحمت کنار بذارید. بله خواستم قایمش کنم. اینا کجا قایم بود؟ همین دنبال جا میگشتم. سلام علیکم.
اسلحه که نداری. حساب میشه؟ نه اون خطرناک نیست، اون میتونه همراه تو باشه. میتونم ببرم با خودم جانم. اصلاً کجا قایم کردی برادر؟ قربان شما. مخلصم. سلام، سلام مافیای عزیز. مافیا، مافیا. پدرخوانده. شهروند ساده. اصلش هم قد خودشه واسه. چی؟ چی گفتی؟ محمد جان اصلش رو بذار. بله. بعد بفرما که در خدمت باشی. خیلی خوش اومدی. سلام باشی. احمد جانم، جانم، سلام علیکم، فرد جان. سلام، سلام، عیدتون مبارک. من که خل سلاح هم. خل سلاحی واقعا سلاح برد. من سلاح هم چیز دیگه است، همیشه همراه. جناب سرهنگ یه کمربند انتحاری هم برسه. از آخر رو عرض سلام به همه دوستان. سلام با طرف بلند توپ به بیرون گفت نوزه گرمی شاد من هست از بازی خوب شاگردان شدید خوبی ساخت پرداخت شد برای این مهاجم آماده فوتبال ما و پاس ببینید به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید یه یار ماسکیده با من بگیرم چرا علتش چیه؟ نه خب بخار کرده من عذرخواهی میکنم از همه آره خواستم مثلا چیز درست میخواد چه نفته نشه من ریم داغونه دیگه گفتی دکتر شما خیلی هشدار جدی بهتون داده آره، گفته که نگیر البته ما باید اصلاح کنیم که ماسک نداریم ولی به خاطر دوربینا و احترام به نه خب خدا رو شکر فاصله ها خوبه هوا هم در جریانه تستامون هم دادیم تستام که الحمدلله همه منفی خدا رو شکر هر موقع خب دوستان من یه تست دیگه هم دادم اونم منفی در از شر ساعت شد آره چه رنگی شد صورت من چون میدونم که طبق قوانین ما حرف خارج از عرف نمیتونیم بزنیم قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم اولین سالیه که علی انصاریان و مهرداد مینوند رو از دست دادیم این برنامه رو تقدیم کنیم به ننه علی مادر عزیز علی انصاریان یه دقیقه سکوت کنیم موافقی خیلی قشنگ ای کاش دنیا وای نیست سال آدم میتونست یه جا پیاده شه آفرین پژمان جان با این پیشنهاد خوبت یاد عزیزان از دست رفته ایشون مطمئنم علی اگر الان تو جمع بود الان هیچ کس نمیتونست از خنده حرف بزنه آره واقعا روحش شاد باشه این همه همه رو شاد کرد پیشبینی شما چیه؟ فرزاد که از همین الان مافیای به نظر من اولین نفری که میره بیرون منم ولی قول دادیم که اول خواننده ها رو بفرستیم دارم ای بابا مثل دستای قبلی آقا کلن یه خواننده تو جمع شما هست دیگه یه درست رای بدین خواهش کنم حفظ کنی درست رای نمیخوایم همون یه دونه باشه چالش از الان بفرمه این بچه چالشه عذرخواهی میکنم جان توی اسلحه من هر چی گشتم آر پی جی پیدا نکردم فکر نمیکنم با این اسلحه پژمان بره بیرون آر پی جی اگر بود آر پی جی لازم داری تو شاید هم شب تا مسلسل سنگین اومدیم نتونستیم نشد نشد سه بار بله رفقا اگر کسی از جایی که نشسته راضی نیست میخواد جای دیگه باشه میتونی جابجا بشی من میخوام اونجا بشم جای من بگم شما بیا اینجا بشین عزیز دلم میخوام من عوض کنم ببینید آره من همه همه رو داریم
آقا نادری رو من نمیدونم بعد چه جوری باهاش برخورد بکنیم تو هر مقامی باشه. لطافت همین مکافات همینه، چون اون موقع حالت میگیره نمیشه درستش کرد، تو بعد خشونت به خرج داد. مهراب هم تا حدودی، ولی کسی که هیچ وقت نمیتونین تشخیص بدین فیروزخانه. و وقتی میزنه خودی و غیر خودی رو با هم میزنه. اجماع کنید بره بیرون از الان. یعنی بسیار بسیار بازیکن خطرناکیه، ادامه سوابق فوتبالیش آورده توی مافیا، خدا به ما رحم بکنه. ولی خب به هر حال شورانگیزیه، این مراسم رو سپردیم دست آقا نیما. ما مخلص شد. شما در مورد مافیای فوتبال گفتین که مافیای فوتبال قوی تر یا الان مافیایی که الان حضور داره؟ مافیا توی هنر امسال اومده. اصلا مافیا توی فوتبال سالها، ده ها سال است که وجود داشته، تمام دنیا بوده، رأس همه فوتبال عالم هم ایتالیایی ها بودن توی این قضیه. فوتبال مملو و از مافیا بوده، همیشه بوده. حالا امسال اومده تو هنرمندا، انشالله که باقی بمونه، بتونیم سالیانی سال شاهد حضور مافیا در بین هنرمندان باشه. ولی این مافیا رو روسا طراحی کردن، درسته؟ بله، طراحی روسی. اون شش تا کارت سعی کردید که فیلم های سینمایی باشه. بله، یه ادای دینی شد به سینمای جهان، هم سینمای کشور خوبمون هم سینمای جهان. قبل از اینکه وارد تقسیم نقش ها بشیم و بازی شروع بشه، اجران جان ببین. بله بله، حامد جان منو شما ببینیم. بله بله، رضا جانم منو شما ببینیم. جواد بله، منو به خودت مشکوک میکنی. حسین جان ببینیم. نه ندیدم کارتم آقا. منو شما ببینیم. بس ببینم بعد مشکوک. متشکرم. دو تا مافیا دارم با هم صحبت. و مثل مافیا ها میخندن. و مثل مافیا ها شما شما ببینیم. محمد رضا جانم، حامد خجالتی الان چشمو بسته استی که بخونه. حامد اجازه بدین دست بعد سازم بیاد. دست بعد نیستی، هست میشی بخون الان تا هستی. تو دست یاره، قلبم چه بیقراره، به 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 چی میشه امشب، اگر بباره چه شاعرانه، یه چتر خیس و دریا کنار و پرسه های عاشقانه، سوال میزنم به چشمای مست، سر روی شونت میگذارم بی بهانه، میخوام خانوم با عشق من یه دونه گیشگیری گیدینگ دارم، همونو میتونم تقدیم کنم. بذارم اینجا. چشما بسته باشه همچنان. حالا باز کن. الان اوضاع فرق کرد دیگه.
الان لااقل هر کی میدونه کیه. خیلی رو مخه. سروش تفلی رو ببینیم. مافیای ره گم کرده. این جوپشی هم میمونه تو فیلم. No. In reality, if I was to kick the shit out of you, do I have to kill you? What if I was just to kick the ever loving عشق میکنه شب میتونه بزنه خوشحاله. چه قارچایی میبینم. آره ما یه جنگل قارچیم، طفل معصوم همین نهال سبز اون وسطه. شب معارفه. چشمای نازنینتون استراحت کرد ببند. شب است. مافیای بازی چشماشون رو باز کنن. تیم مافیایی همدیگر رو ببینند. پدرخوانده مافیا به ما یک تایید نشون بده. دکتر لکتر هم همینطور. مافیا بخوابن. شب معارفه تموم شد، روز می شود، چشم ها رو باز کنید. حالا یه خورده اوضاع بیشتر فرق کرد. چرا خندیدی؟ قرمز شدم. نه خندیدی؟ ببین دیگه کی می خنده. سروش هم که لبخند زیباشو داره با لبخند شهروندی. آقا ناده، آقا ناده، خاندایی جان ما مخلصتیم. من فدات شم. همین الان دارید لو میدی همه چی. سر صحبت رو میسپارم به شما آقا رضای داوودنژاد عزیز. انتهای صحبت میشه مهراب جان باسم خانی عزیز. چالش کسی میخواد؟ و معرفی خودتون هم یادتون نره. من رضا داوودنژادم، خیلی خوشحالم که تو این دوران سختی که میگذرونیم تونستیم توی دوره همی کنار همدیگه قرار بگیریم و دوستای قدیمی رو دوباره ببینیم، دوستای جدیدم که نداریم، همه رو باهاشون آشنا هستیم. حالا کسی چالش میخواد؟ ادامه بدید. من الان به عنوان اولین نفر، اصلا چون بازی هم خیلی نکردم، یه تارگتی دارم فقط روی حامد همایون عزیزم، اونم فقط به خاطر همون ریاکشنایی که در واقع اول بازی موقعی که چشامون رو وا کردیم به نظرم یه خورده جالب بود. همین. خیلی ممنون. بعدی. سلام، حسین امیدیم. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. چالش کسی میخواد؟ نمیخواد ابتدای بازی. برای اینکه بازی به چرخه به دو نفر بعدیم تارگت میزنم، سروش و آقای کریم. آتیه شدید بلند شد. روزگار نزدیک شدید بلند شد. آره. فرزاد جان. من سروش جمشیدی. فرزاد جان تذکر میدم به شما. ببخشید اگه صدام یه مقداری کلفته آقای نادری. لرزم داره. لرزم اضافه شد. محمد جان به شما یه اخطاری میدم. منو خطاب قرار بده. باشه. شنونده باشید. مجبور نیستی جواب بدی. خوشحالم که کنارتون دارم بازی میکنم. امیدوارم که خیلی بازیه خوب و جذابی بشه. کسی چالش میخواد؟
هنوز چون شروع بازیه من خیلی نمیتونم نظری بدم، دارم بررسی میکنم. فقط در رابطه با خودم بگم که من شهرم. نخند. من شهرم، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. و مطمئن باشین شهرم، اصلا شما درست نگاه کنین خودتون متوجه میشه. فقط یه ذره باید خوب نگاه کن. و اینکه فعلا یه مقدار، اونم به خاطر یه سری چیزایی که خودم درک کردم، روی آقای حسنی مشکوکم. جمله آخر. و رو کس دیگه فعلا نظری ندارم. متشکرم. سلام، فیروز کریمی هستم، خوشحالم که در جمعتون هستم. پریروزا که تمرین کردیم، یکی از دوستانمون که قرمز شده بود مشخص شد که خودشه. امروز چون اون قرمز نشده، دو سه تا از دوستان هستن که خودشون هستن. با اجازه هم میگه. اجازه میدین آقا. سلام، نادر سلیمانی هم. به هیچ کسی الان نمیتونم تارگت بزنم، چون هنوز بازی ها رو ندیدم، ولی خب یه حدس و گمانی میزنم. از نوع حرف زدن ها میشه تا الان یه چیزایی رو تشخیص داد. بعدی لطفا. متشکرم. باز تعارف چالش رو یادآوری میکنم. چالش. سلام، فرزاد حسنی هستم و مثل همه تون خوشحالم که با هم داریم بازی میکنیم. نسبت به هیچ کس هم مشکوک نیستم. منتظرم که به چرخه چالش بگیرم. دمدمای محمد جان چالشم برانگیخته میشه و صحبت میکنم. و بعد صحبت میکنم. باد ما رو به هر جو کجا که بخواد میبره. سلام عرض میکنم خدمت همگی. جواد خواجوی هستم. به عنوان کوچکترین عضو این بازی خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. این جمع پر ستاره واقعا خدا رو شکر میکنم. به دوست خب شما چون همیشه فراموش میکنید تو تمرین نام دیدم ما رو یادآوری میکنم. کسی چالش میخواد؟ به دوست کلا زحلی خیلی مشکوکم و از همه میخوام که تو رو خدا تمرین ها رو فراموش کنی. مرسی. بفرمه. چالش. سلام عرض میکنم، نیما شاهرخشایی هستم، خیلی مخلصم. تو تمرین گفتم، اینم میخوام بگم دوباره، که دیروز که داشتم میومدم واقعا خدا رو شکر کردم که میتونم در کنار شما بزرگان حضور داشته باشم و ممنون که منو پذیرفتین بینتون. نکته دو، من شهروندیم که از شهرم به شدت دفاع میکنم و آدمی هم نیستم که بگم دور اول حالا میگذرد چه بگذرد و چه گذشت. نه خیر، من تارگت میزنم. تارگت منم خیلی مشخصه. سروش تو خیلی عوض شدی. تارگت اول من شما، تارگت دوم من توی محمد نادری. علتش هم اینه که احساس میکنم یه حرکاتت غیر عادی تر از اون چیز بود که من تا حالا دیدم و اینکه خواهشن این دفعه برخلاف تمرینامون شهروند خیلی خوب پشتم وایسن. پژمان واضقی هستم. نماز شما اصولا من بله میخوام. چالش میخوام. این جملت خیلی تکراریه. من شهروند هستم. من بهترین شهروند هستم. من میام جلو شما پشتم. ببین این جملت رو خیلی شنیدیم، حتی زمانی که مافیا بودی، حتی زمانی که توی تمرین مافیا بودی این رو ازت شنیدیم. اما واقعا شهروند خوبی هستی در این حال. امیدوارم که شهروند باشی و ما تو رو تو تیم خودمون داشته باشیم. 12 نفر جمع شدیم، در بین ما فقط 4 تا مافیا هست و پس 8 نفر دیگه باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم که شهرمون رو حفظ بکنیم. 4 نفر نبایستی غلبه بکنن بر 8 نفر. 8 نفری که شغل‌های مختلف دارن، توشون کارگاه داریم، توشون جان سخت داریم و فکر میکنم اگر بچه همه با
دقت بازی بکنیم و به تایید و عدم تایید دقت بکنیم و بتونیم این رو تو حرفای همدیگه بگیم، من فکر میکنم که این اتفاق میفته. من تارگتم محمد نادری و سروش عزیز، سروش جمشیدی، و فکر میکنم که مهراب عزیزم هست. ممنون از پژمان بازقی عزیز. نوبت خود شماست محمد. بله. جناب آقای نادری، سر صحبت داره میچرخه به سمت شما، اینقدر عجله نداشته باشین برای دفاع کردن از خودتون. آقای بازقی صحبت میکنه، بعدش نوبت شماست. این یک شهروندای عزیز، من شهروندم نکنیم. بازی کنیم، متوجه میشیم. این ذهن ما رو گمراه میکنه. مرسی. محمد نادری هم خیلی خوشحالم که با هم داریم بازی میکنیم. بچه ما توی تمرینامون یه چیزایی رو از همدیگه گرفتیم. میدونیم کیا هوشمندانه تر بازی میکنن، کیا تا یه حدی ضعیفتر هستن وقتی که شهرونده. این تایمی که گرفتم برای این بود، این نکته رو بگم، چون احساس میکنم که توی تمرین دیشب یه جایی ما چوب شهرونداری رو خوردیم که اتحاده وجود نداشت و اشتباه کردن توی نظر دادنش. من برای اینکه بازی به چرخه روی سروش هستم، فکر میکنم یکی از میز خودم هم جزء مافیا باشه، حسیه نمیدونم، اما درصد بیشترش رو میرم روی حامد همایون عزیز. مرسی. آقا محمد سلام عرض بکنم خدمت همگی، حامد همایون هستم. کسی چالش میخواد؟ آقا ما هر چقدر گنده تر میکنیمش که نیفتم. من میخوام پیشکش، میتونم پیشکش بکنم چالش؟ اب نداره. حالا ایشون گفت مشخص به چه کسی؟ آقای حسنی بفر. بله دیگه، ببخش من هیچ تقدمی ندارم. نه ما گونده تر هم کنیش که نمینه. خب خدمت شما. ایشون گفت سرش میچرد کن بره. دیگه گالش بود، چالش نبود. صحبت کردن، اجازه بدین که من متهمین خودم رو معرفی بکنم. کمیسر متهم میکنه. حسین جان شما، فیروز خان شما، و محمد شما. خیلی متشکرم. برخلاف تمرین ها میخوام با بغل دستی هم شروع کنم، به خاطر اینکه تو تمرین ها همیشه این ثابت شد به ما که اصلا به بغل دستی همون شک نمیکردیم. به خاطر اینکه بازی به چرخه، من تارگت هم روی محمد خان نادری و آقای مهراب قاسمی قرار میدم. متشکرم. بعد قاسم خانی حالش حالش میتونه بگیر. آقای کریم شما اول بفرمایید. دادن از اینا سالش میخواستید دیگه، من تقدیم کردم. من فقط عذرخواهی میکنم، من فقط خواستم یه مطلبی رو بگم که دوستان در ادامه کار مد نظر داشته باشن. اطمینان دارم من امشب تیم شهر برنده خواهد شد. دو سه تا دوستان هستن که خودشون هستن. سلام علیکم، مهراب هستم. ببخشید مجبورم اینو بگم، من به طرز مزخرفی همیشه شهروندم. مافیا رو تجربه نکردم تا حالا و خودم هم خسته شدم، ولی گفتی نگی باید بگم دیگه. نمیدونم الان تارگت بزنم روت یا نه، ولی اگر شهروندی مرض داری انقدر تابلو میکنی خودت، چرا انقدر شلوغ میکنی؟ اگر شهروندی این کارو نکن. آره دیگه، آره اگر شهروندی نکن. من الان به تو شک دارم بیشتر از همه. حق میدم بهت و که با هیچ کسی فعلا کاری ندارم. خب میریم برای رای گیری. رضا جان بیسید. بفرمایید. هیچ رأی. حسین جان دو رأی. بفرمایید. سروش جان یک رأی. بفرمایید. آقا فیروز جان بیستید دو رأی. بفرمایید. سه رأی. بفرمایید. نادر جان یک رأی. بفرمایید. فرزاد جان رأی ندارم. بفرمایید. یک رأی البته با تأخیر. جواد جان
رأی ندارم، بفرمایید. نیما جان. چهار رأی بفرمایید، ولی دفاع نمی‌کنید. حد نصاب نیست. پژمان جان، بیستید لطفا. یک رأی دفاع نمی‌کنید، بفرمایید. محمد جان. دو، سه، چهار، پنج، شش رای، هفت رای، شما دفاع میکنید؟ بفرمایید. بفرمایید. حامد جان. آقای همایون یک رای، بفرمایید. مهراب جان. دو رای. محمد جان تک دفاع، یعنی الان دفاع میکنید و رای خروج در همین روز گرفته میشه، چون تنها هستید. هیچ کسی دیگه با شما در دفاع نمیاد. بیستید لطفا و دفاع کنید. مهراب گفتی که چرا شلوغکاری کردم. تعمدن این کار کردم. میخواستم ببینم که از بین بچه ها کیا میان سمت من. من شهروندم و توی بازی های قبلی هم نشون دادم شهروند بدی نیستم. الانم میتونم خیلی کمک بکنم بهتون، شهروندایی که نمیدونم الان واقعا کدوماتون 100% شهروندی، نگامو نمیتونم بدم. اما توی شب اول یا توی همین رأی‌گیری اول اگر یه شهروند مهم از دست بدین، به نظر من تو بازی خیلی سوخت میکنین، خیلی سوخت میکنین. توجه بکنین که کیا روی من بودن و اومدن به سمت من. تعمدم این بود، میخواستم اینو متوجه شیم. من و شهروندا نذارین از دست بدیم این دست. کمکتون رو میخوام. مرسی. رأی گیری میکنیم برای... لطفاً باز ایستاده باشید، محمد جان. رأی خروج، اگر شش رأی بیارن، حتما جمع ما رو ترک میکنن. آرا رو برای محمد جان میبینیم. بفرمایید. دفاع جانانه ای کردید به هر حال. با دو رای خارج نمیشید. دوستان شب میشه، بخوابید. چشمها رو خوب ببندید، سرها رو نه زیاد پایین بندازید نه زیاد بالا. اون کسانی که کلاه دارید سرتون رو اصلا پایین نندازید. نه تنها من دارم میبینم، بلکه هر کدوم شما رو دوربینی رصد میکنه. بنابراین متشکرم که قوانین رو رعایت میکنید. اول دکتر شهروند ها، یک نفر رو نجات بده. یادآوری میکنم در طول بازی دکتر خودش رو یک بار میتونه نجات بده، بقیه رو هر چند بار. تذکر میدم که در شب به خودتون اشاره نداشته باشید. چشما بسته دکتر. تیم مافیایی چشما رو باز کنید. مافیا بیدار شد. همدیگر رو ببینید، تصمیم بگیرید، مشورت بکنید. من در نهایت دست پدرخوانده رو میبینم. تصمیم بگیرید. مافیا تصمیم بگیرید. من دست پدرخوانده رو میبینم. من دست پدرخوانده رو میبینم. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. دکتر لکتر همه مافیاها بخوابن. مافیاها چشما رو ببندید. کارگاه بازی بیدار شد. استعلام یک نفر رو از من بگیر. اگر شهروند باشه بهش عدم تایید نشون بده. اگر پدرخوانده مافیا باشه هم همینطور عدم تایید نشون بده. اگر
شخصی که استعلامش از من میگیره مافیا باشه بهش تایید میشه. کارگاه بازی بخوابه، حرفه‌ای بیدار شد. آیا میخواد شلیک کنه؟ یادآوری میکنم اگر شهروند بزنه خودش میره بیرون، اگر مافیا بزنه مافیا میره بیرون. حرفه‌ای هم بخوابه، روان پزشک بیدار شد. آیا روان پزشک میخواد به کسی سکوت یا طول درمان بده؟ روان پزشک بازی، روان پزشک بخوابه، جان سخت بیدار شه. جان سخت آیا استعلام میخواد یا خیر؟ جان سخت هم بخوابه. 3-2-1 روز میشه، چشم ها رو باز کن. خب خداحافظی میکنیم با یک نفر. کی دلش خیلی داره میلرزه؟ دستش میلرزه. دست و دلت نلرزه جوون. کی اصلا فکرشو نمیکنه که او رو زده باشن؟ فکرشو نمیکنی زده باشنه؟ بسیار خوب، خداحافظی میکنیم با آقای فرزاد حسنی. به افتخارشون دست بزنیم. تو شب زدنیم. شات شب شدی برادر، بنابراین کار ترکت آخر هم نداری. که حرفامو زدم دیگه عزیزم. دیگه بسته. شما دیگه از اونجا با خیال راحت نظارگر بازی هستید، میدونید که بله. عکس العملی هم نباید داشته باشی. متشکرم. سر صحبت به ترتیب میایم. من میخوام شروع. میتونم شروع کنم؟ بله میشه. چالش؟ خب بذاری پس گردش اینطوری میشه. بله. از این طرف میچرخه. آخر انتهای صحبت میشه نیما جان. چالش؟ کسی نمیخواد؟ حسین تو تقریبا اولین نفری بودی که تارگت کردی، هم سروش رو هم محمد نادری رو، ولی من دقت کردم توی رأی گیری ها اصلا دست برای سروش هم رأی ندادی. یعنی به نظرم میرسه که اینجا یه اتفاقی داره میفته، شهرونده دارن بازی رو از دست میدن. ما یکی از بهترین نیروهامون رو از دست دادیم، فرزاد حسنی که هم خوب تشخیص میده، هم قدرت بیانش خیلی خوبه و فکر میکنم سخنرانی قرار آقای محمد آقا، می‌خواستم چیز دیگه بگم. گفتم که محمد مافیا. فکر می‌کنم که رو همتون تأثیر گذاشت. یه دفعه 7 دورش شد 0. و بچه‌ها یه ذره حواستون بیشتر جمع بکنید. ما تو شب چه کار می‌شیم؟ بعد ما تو شب نیروهایی داریم که می‌تونه کمکمون بکنه. من شک ندارم که حداقل 2 تا مافیا توی روی این میز نشسته. سعی کنیم با هم دیگه شکارش. متشکرم. کسی می‌خواد؟ اصطلاحاً دست اول رو خیلی شلوغ شروع کردم برای اینکه همینا رو کشف کنه. نمیدونم چرا همینجوری بی مقدمه یهو زدی رو محمد نادری. بعد با توجه به صحبتی کردم باز دوباره ول نکردی و اشاره کردی روی این میز. روی این میز قطعاً یک نفر هست به نظر من، نه دو نفر، یک نفر و مطمئن نمال شاید دو نفرم باشه. میخوام بگم که اون کسایی که در ابتدا رأی دادند قطعا مافیایی بودن درشون که میدونستن که میتونن یه شهروند رو با رأی گیری بالا خودش هم شلوغ کرده، بهترین فرصت برای اینکه بزنیم رأی شهروندهای دیگر هم داشته باشیم که نابودشون بکنیم. یکی رو میندازیم تو روز جلو. کیا به من رأی دادن؟ یکی شما رأی دادی. نیما جان شما رأی دادی؟ ندادی؟ خیلی خوب باش. حامد همایون عزیز به من رأی داد. من الان روی این دو نفر هستم. چالش؟
بفهم. آقای نادری، من رأی ندادم و لطفاً وقتی از خودتون دفاع میکنین حواستون باشه شهر مسئولیتی که دارین ممکنه که مافیا گوشش تیز بشه و بعد خطرناک بشه برای ما. حالا دکترم داریم، حواسش هست، ولی خب یه مقداری مشخص بود از دفاع شما که چی دارین میگی و مسئولیتتون تو شهر. خیلی متشکرم. خب یه سری صحبت‌ها رد و بدل شد. حسین رو چون باش قبلا بازی کردیم و به خاطری که اوایل بازی خیلی صحبت میکرد، تارگت میزد، همیشه از اول بازی حذف میشد، امروز یه ذره داره رعایت میکنه به نظرم. جدی داره رعایت میکنه. ولی من عجیب غریب به رضا شک کردم، خیلی شدید به رضا شک کردم. شک شما به من اصلا نمیدونم بابت چیه. من با توضیح شما سعی کردم خودم رو قانع کنم به این خاطر. ولی من به با تمام احترام که برای مهراب عزیز قائلم، منم معتقدم که تو این میز مافیا وجود داره و اون مافیا مهراب عزیز. خب در مورد فرزاد که رفت میخوام صحبت کنم، یه چیزی رو تو این دست بچه سعی کنیم رعایت کنیم. همیشه ما دنبال مافیا میگردیم، ولی بیایم یک مقداری هم دنبال شهروندا بگردیم و شهروندای سفید رو مشخص کنیم. یک، من حتی به شما بزنم که احتمالش هم خیلی زیاده ما احتمالی که شهروند رو دست ندادیم، چون همیشه فرزاد وقتی بهش حرفه‌ای میفته میزنه، دست اول هم میزنه، تعارف هم نداره. من حس میکنم ممکنه یعنی شهروند عدس دادیم حرفه‌ای اشتباه زده باشه. اینو گفتم در نظر داشته باشین تا نوبت خودم بشه. متشکرم. نفهمیدم چی گفتی. من یه درخواستی میتونم بکنم؟ بله. چون می ایستید بله و خیلی هم صداتون نوازه شنید میشه، لااقل توی نوبت خودتون امکانش هست که اینو موقت بعد صحبتتون که تموم شد بعد بذارید. بله. خیلی متشکرم. خب چه خوشی. مهراب منم. آره خیلی سخت توضیح دادی. کرونایی ها یه عدسه کنن سریع. من هنوز از توضیح تو قانع نشدم و اینکه گفتی میخوام توجه ها رو به خودم جلب بکنم، خب توجه شهروند رو هم به خودت جلب میکنی همزمان، در نتیجه این قانع هم نکرد، یعنی به نظرم باز شلوغ کردی. نمیتونم 100% بگم. نمیدونم چرا با اطمینان میگی اینجا دوتا نیست، یکی هست توی این میز، چون نمیدونم چرا حس میکنم دوتا هست. بازی شما رو یادم نمیاد، همینجوری حال مشکوکی دارین، ولی که بازی قبلیتون یادم نمیاد، خیلی روش تارگت نمیزنم، ولی که دوست دارم یکم بیشتر فکر کنم بهتون. متشکرم. بعد خب کسی چالش میخواد؟ من اولین نفر که گفتی من صحبت کنم یه خورده شوکه شدم، وایسادم همه حرف بزنن. شما من بهت رأی دادم و بعدش توضیحاتت بهت رأی ندادم چون چالش گرفتی و اینا. به نظر من که شلوغکاریات یه خورده به نظرم میرسه که واقعا مافیا هستی و داری ذهن منو در واقع میریزی به هم. نمیتونم هیچ وقت بگم 100%، ولی به نظر من شما اون 80%ی که باشه الان مافیا هستی. من فکر میکنم اون حرفی که نیما زد راجع به فرزاد قابل تعمله. منم فکر میکنم که شاید این موضوع راجع به فرزاد درست باشه. همچنان یه خورده روی آقای سلیمانی هم من مشکوکم راجع به مافیا. جمله آخر هم متشکرم. بعدی. خب پژمان به من اتهام زدی که من به سروش و محمد نادری رای دادم. من گفتم این جمله هم این بود که به دو نفر بعدیم، یعنی آقای فیروز کریمی و سروش. و اینکه منو اووردی توی این بازی که من به محمد نادری رای دادم و اینکه فرزاد حسنی رو تکرار کردی که به من رای داده، یکم منو مشکوک میکنه که این عذاب گلالود ماهی گرفتن است. همچنان فیروز کریمی رو هستم. همین. تعارف چالش رو دوره بعد فراموش نکن. کسی چالش میخواد؟
خب الان برای من حداقل یه مقدار پیچیده شده و گره خورده که چجوریه. دارم خیلی فکر میکنم، خیلی ذهنم درگیره، نمیدونم، حسم اینو میگه. یه بازی اونجا بین شما دو نفر شروع شده، یه بازی که دارین دو تا مافیا با هم بازی میکنین، حسم اینه، نمیدونم. و از حالا در رابطه با آقای حسنی هنوز خیلی به قطعیتی نرسیدم که واقعا مافیا بودن یا شهروند. اگر واقعا مافیا بودن، دم حرفه‌ای گرم که خوب تشخیص داده. و نمیدونم چرا، ولی نیما یه ذره رو تو دارم فکر میکنم. یه جورایی، یه حالی، خیلی حالت یه جوریه. آره، جمله آخر همین، بعدی ببینید، ما هر شب یک نفر، درست میگم اگر اشتباه میکنم، قانونش اینه که پدرخوانده یک نفر رو حذف میکنه دیگه، درسته؟ در شب اینه، در شب حتما پدرخوانده یک نفر رو میزنه. دکتر میتونه خوبش کنه، دکتر میتونه نجاتش بده. این الزامش برای این نیست که حتما حرفه این کار انجام داده. متوجه چی میگم؟ یعنی یه ذره یه شکل دیگه به قضیه نگاه بکنیم. ما داریم دنبال مافیا میگیم، ما اول باید شهروندا رو پیدا بکنیم. بچه‌ها، ما شهروندا رو پیدا بکنیم میتونیم مافیا رو بزنیم، چون داریم، ما ابزارش رو داریم، ما بازرس داریم، روانپزشک داریم، نمیدونم حرفه‌ای داریم، جانسخت داریم، استعلام میتونیم بگیریم. اول از همه بیاییم پشت دست هم دیگه بازی بکنیم، به یک نفر اعتماد بکنیم، این اتفاق بیفته و مطمئن باشید که شهر رو نجات بدیم. بفرمایید. به نظر من فرزاد یه شهروند واقعی بود. هر جفت اونا که در مزان هستن، جفتشون شهروندن. شهروند واقعی به نظر من آقا مهران. از مافیاست که من تا قبل از این که سری اول نگفتم. ماسکشو ورداشت، دیدم خودش. بفرم. کسی چالش نمیخواد، قلب برعکس. ماشاءالله چالشه. کسی نمیخواره. نه، من اینجوری میگم، یک چالشمون اینجوری، اون قلب. کسی نمیخواد. من. مرسی، ببخشید. پژمان جون، من احساس شهریت به شما دارم. لطفاً تا توی تارگت میری و زود دفاع نکن، حواس ما رو خیلی پرت. بچه‌ها یه لحظه گوش کنید. شهر رو اونایی که دارین بازی میکنید، دارید اشتباه میرید. مشخصه که دارید اشتباه میرید. ببینید، من یه چیزی رو الان حس کردم توی دور قبل و الانم میگم. حالا اگر پشت دست من بازی کنید، هیچ کدوم تو اشتباه نمی کنید. آقای کریمی وقتی حرف میزنه، دو نفر از اون میز، شما و شما، دقیقاً بر علیهش اینجوری لایک میدید، میگه نه اصلا قابل قبول نیست، اجازه بدید، قابل قبول نیست و فلان. بعد آقای کریمی بر علیه شما حرف میزنه و شما مجدداً اوکی میدید. از یه طرف دیگه دقت کنید حرف من رو بچه ها، از یه طرف دیگه آقای نادری رو همه هفتایی میریزن روش، بعد یک بار سفید میشه. یکم فکر کنید چرا سفید میشه. ببینید بین ما چند نفریم، یک بار چرا اون چهار تا مافیا میان توی بازی قبل از رفتن، میان توی بازی، بعد یک باره برای که حواس ها رو پخش کنن، در از ما رو همه چیز بکنن، پوش میدن، اینا سفید میکنن، خودشون هم در از سفید میکنن. من از الان به همه دوستان میگم، مستقیما روی آقای بهروز کریمی، فیروز کریمی رأی بدید و شما ستا. ولی اول از هر چیزی روی آقای بهروز کریمی، بیرون من آقا، روی آقای بهروز کریمی، منو نمیدونم، فیروز منو نمیدونم. حالا بهروز و فیروز با هم برادر. جمله آخر نادر جان، لطفاً گوش بدید به حرف من، اینقدر خودتون رو تو دورایی قرار ندید. همین الان اجماع کنید، رأیتون بدید. ممنون. بفرمایید. متشکرم.
چی میخواد مرسی. آفرین یادش بود. دست بزن. یادآوری کرد. یادآوری کرد. سپرده بودم به رفیقم. دوستان عزیز، من میخوام یکم شلوغ کاری کنم، تارگتم بزنین، برام مهم نیست اصلا. خواهش میکنم تو روز رأی بدین، یه مافیا رو بندازیم بیرون. شب حرفه‌ای شاید دلش نخواد بزنه، شاید بترسه، شاید از کشته شدن بترسه. و بهتون قول میدم مطمئنم که یه شهروند رفته بیرون، چون آقای فرزاد حسنی یکم دقت میکنه، یکم نگاه میکنه، بعد میزنه. و من نمیدونم، من الان نمیدونم دقیق، نمیتونم بگم کی، ولی اونایی که قابلیت دارن و میتونن اینو بفهمن لطفاً به ما هم بفهمونن، با لایک و دیسلایک نشون بدن، تو روز رأی بدیم، بندازیم بیرون یه نفر رو. مرسی. بفرمایید. بچه‌ها بازی یه مقداری پیچیده شد. الان هی داریم تو جاهای مختلف پخش و پلاش میکنیم. یه جایی رو من فکر میکنم که شهروند دوست عزیزمون اسم نمیارم، اما داره یه جوری حرف میزنه و متهم میکنه که به نفع مافیا داره بازی میکنه. این پراکندگی قطعا به نفع مافیا است. امشب اگر توی رای گیری اگر نندازیم بیرون، واقعا یکی دیگه شهروندمون از دست میدیم. فرزاد حسنی به زعم من قطعا شهروند بوده، چون فرزاد کس دیگه، حرفه دیگه به نظر من تو شب اول این ریسک رو نمی کنه که یهو بزنه و نابود بخواد بکنه. جان سختم حتما امشب فکر میکنم که باید استعلامش رو بگیره، اما خواهش میکنم الان بیایم روی یک نفر یا دو نفر پخش و پلا نکنیم، وگرنه به حد نصاب نمیرسه رأی ها. خب من فکر کنم جمله اولم خودش یعنی یک جوری گفتم که خود نامفهوم بود. اعتقاد من اینه که فرزاد شهروند بود، ولی نمیدونم چرا حسم میگه که حرفه‌ایه. شاید هم مافیا زده به جان سخت اتفاق نیفتاده، از این دو حالت بیشتر خارج نیست. من یک سوالی الان دارم. کارگاه تو بازی بود، دست قبلی استعلام کرده، چرا حداقل ما تو بازی دوستان که داریم میبینیم چرا یک نفر رو پوش نمیکنه، چرا یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده که رای بیاد روش؟ خیلی واسه من سواله. تو تمام بازی که میبینم اصلا اینجا من کارگاه واقعا نمیفهم داره چیکار میکنه. دو، خیلی مشکوک بودی، من نمیدونم چرا به من تارگت زدی اصلا. خیلی یعنی میدونی تا الان واسه من سفید بودی، ولی الان واقعا شما سفید نیستی قطعا. حامد همایون تو سفیدی، جنس بازی تو سفیدی، و فیروز خان سفیدی، شما فیروز خانم سفیده. پس تارگت من الان به شدت آقای سلیمانی عزیزه، و ازتون خواهش میکنم کارگاه یه جور بازی کن که ما بفهمیم. یه دست نیستیم بچه ها، عدس میدیم، داریم عدس میدیم، یعنی تارگت ها رو ول میکنیم، دید نداریم، نگاه کنیم کی به کی زده. جمله آخر. متشکرم. یه تذکری رو بدم، گذاشتم آخر، یعنی آخرین نفرم حرفشو بزنه بعد بگم. بنابراین چون آخرین نفر نیما جان بوده، تصور نشه که مثلا دارم بگم منظورم ایشون. چون چند جا حس کردم که دارید حرکت میکنید بعضیتون به سمت اطلاق نقش، یا میخواید از بغل نقش رد بشید. این خیلی نقطه حساسیه. خواهش میکنم که خوب دقت بکنید. اون جریمه داره، حتما جریمه سنگین داره. میریم برای رای گیری. پشمان واضحه عزیز بیستید. هر کس شش رای بیاره میره دفاع. یک دو سه چهار بفرمید. دفاع نمی کنید. محمد جان، محمد نادری سه رای، دفاع نمی کنید. بفرمایید. حامد جان، حامد مایون دفاع نمی کنند. بفرمایید. مهراب جان، چهار تا این ور، یکی این ور، پنج رای دفاع نمی کنید. بفرمایید. آقا رضا جان، رای ندارن، دفاع نمی کنم. بفرمایید. حسین جان، رای ندارن، دفاع نمی کنم. بفرمایید. سروش جان، رای ندارن، دفاع نمی کنم. بفرمایید. آقا فیروز جان، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، شش دفاع میکنید. بفرمایید. یک دفاع نمیکنم. بفرمایید. دفاع نمیکنم. بفرمایید. نیما جان، آقا نیما هم دو رای، دفاع نمیکنم. بفرمایید. تک دفاع جناب آقای فیروز کریمی عزیز بیسید، دفاع کنید. دوستان در ادامه کار مد نظر داشته باشن. دو سه تا دوستان هستن که خودشون هستن.
بچه توی انتخاب اولیه‌مون یه مهره اساسی رو از دست دادید. شاید من به دلیل کمتر بازی کردن نتونم مثل فرزاد دفاع بکنم. ولی حالا که فرزاد از دست رفت نذارید که شهروندها یک یک متلاشی بشن، پراکنده بشن و از دست برن. مطمئن باشید که اشتباه دارید میکنید و چیزی نخواهد پایید که به اشتباهتون پی خواهید برد. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? میریم برای رأی گیری مجدد، چون باز تک دفاع داریم تو همین روز انجام میشه. اگر شش رأی بیارن جمع ما رو تک برن. آقا فیروز جان لطفاً باز بیسید. آرا به آقای فیروز کریمی عزیز. پنجی نمیرن. شب بخوابید، هم چشما رو ببندید هم سرا رو متعادل نگه دارید، نه بدید بالا سرتون رو نه پایین. آقا فیروز یه خورده سرتون بیار پایین تر. متشکرم متشکرم. من به همراه دوربین ها فعلا داریم چشما رو میپاییم. دکتر بازی بیدار شه. دکتر یک نفر رو نجات میده. در طول بازی خودش رو یک بار و بقیه رو بارها میتونه نجات بده. دکتر چشماشو ببنده. تیم مافیایی چشماشون رو باز کنن. با هم مشورت کنن. مشورت داشته باشید. تیم مافیایی با هم مشورت کنن. من در نهایت دست پدرخوانده رو میبینم که به چه کسی شلیک میکنه. زودتر تصمیم گیری و اجرا. متشکرم. دکتر لکتر. دکتر لکتر یک نفر رو نجات میده. تیم مافیایی چشماشون رو ببندن. کاراگاه بازی بیدار شه. کاراگاه استعلام یک نفر رو بگیره از من. دوباره یادآوری میکنم در شب اشاره نداشته باشید. کاراگاه چشماشو ببنده. حرفه بازی بیدار شه. حرفه‌ای بازی تصمیمشو بگیره. اگر شهروند بزنه خودش میره بیرون، اگر مافیا بزنه مافیا میره بیرون. حرفه‌ای تصمیم بگیر. بخواب حرفه‌ای، بخواب. روان پزشک بازی اگر میخواد سکوت بده یا طول درمان اشاره کنه. چشماشو ببنده. جان سخت. اگر استعلام میخواد به من تایید نشون بده. جان سخت بخوابه. چشم‌ها رو همچنان خوب ببندید. سه دو یک. روز میشه، چشم‌ها رو باز کنید. روان پزشک
تشخیص نداد کسی به طول درمان یا سکوت نیاز داره. جان سخت استعلام گرفت. ولی امروز خداحافظی میکنیم با یک نفر که دیشب بهش شلیک شده و یک نفر دیگه. خب ابتدا خداحافظی میکنیم با آقای پژمان بازقی عزیز. نه وصیتی دارید نه صحبتی، به افتخارشون. نه فقط میخواستم بگم جواد موهاش خیلی قشنگ شده، هیچ وقت اینجوری نیدید. بفرمایید. و خداحافظی میکنیم با جانم. سوالی داری؟ نه. اگه سوالی نداری که جمع ما رو ترک کن. بله محمد نادری بفرمایید. شما وصیتی ندارید؟ متشکرم. خواهش میکنم اون بیرون رفقا اون بیرون شنیده میشید. بنشینید. متشکرم. و اما استعلام جان سخت از مافیا هیچ کس بیرون نرفته. از شهروندها دکتر بازی بیرونه، روان پزشک بیرونه، حرفه‌ای هم بیرونه. چیزی از شهر تقریبا نبوده دیگه، فلج شهر. خیلی باید دقت کنید، یک اشتباه کنید شهر کاملا سقوط خواهد کرد. خب سر صحبت کسی میخواد سر صحبت باشه؟ چون یک بار بودی میخوام این نوبت رو بدیم به شخص دیگه. بین شما دوتا اینجا آقا سه نفر شدید، سخت شد. بزرگتر رو بفهم. نه من صحبت میکنم، بفهم. بین شما بحث شد، شما بفهم. خیلی ممنون. انتهای صحبت میشه مجدد باز نیمار. توی شهروندا وقتی از خودشون مطمئنن شهروندن به ضرس قاطع صحبت میکنن. پشت سر اون آدمی رو بگیرید که به ضرس قاطع داره حرف میزنه و تارگت میزنه. به ضرس قاطع با آقای مهراب قاسم خانی تارگت میزنن. به ضرس قاطع ولا امکان داره شب من شاد شم. خب به ضرس قاطع مطمئنم شما شهری، مطمئنم شما شهری. اسم ببرید. بله سلیمانی. آقای سلیمانی و کاراگاه نقشش رو داره خوب بازی میکنه، حواسمون نیست بهش. داره با قاطعیت صحبت میکنه، حواسمون نیست بهش. خیلی داره قاطع میگه یه سری آدم ها رو، ولی از توجه نمیکنی. من به نیمام تارگت میزنم، به نیمام تارگت میزنم، به شمام تارگت میزنم، به شمام تارگت میزنم. بین آقای قاسم خانی و جناب سرهنگ عزیز یک نفر رو اول حذف کنیم بچه‌ها، همین امشب تمومش کنیم و الا بازی قافیه رو باختیم. الان دیگه شهروند یه دونه از دست بدیم بازی تموم. من ندیدم. نمیدونم دست قبل نیما این همه گفتش که اجماع کنیم روی یه نفر، هیچ اتفاقی نیفتاد. بعدش پژمان حرف زد، هیچ کس اسمی نبرد از کسی به غیر از آقای سلیمانی. به نظر من شما حتما مافیایی، چون داری ذهنها رو حتما داری منحرف میکنی. و من دیگه یک نفر دیگه، به نظر من یه اجماع کنیم، شهر دیگه نابود شد. الان اگر یه اجماع نکنیم واقعا دیگه، من اجماع هم به نظرم آقای سلیمانیه. اول در دفاع از خودم اینکه اشتباه نکن، اونم اینقدر محکم، یعنی که تموم میشه بازی همینجا. نمیدونم چرا حس میکنم مافیا نیستی ولی داری اشتباه میکنی، و نمیدونم تو چرا یوهو به نادر حمله کردی. اصلا شکل بازی توس شده و
شهروندا داریم خرابکاری میکنیم، یعنی خودم هم جزوشون هستم. من واقعا به هیچ کس با اطمینان نمیتونم بگم شهروند الان. شما دوتا کنار هم منو اذیت میکنید به شدت، برای اینکه حتی نمیدونم. و آقای کریمی، آقای کریمی شما روی من دوست دارم که با شما شروع بکنیم. دوست دارم، یعنی که فکر میکنم کمترین ریسکو داره این که با شما شروع بکنیم که حذف شید. متشکرم. تمام. من بازیم عوض شده برای اینکه شهر داره نابود میشه و احساس ناتوانی میکنم و به غیر از آقای سلیمانی من به تو هم تارگت میزنم و به نظر من شهر تو، به نظر من شهری، نیما شهری، سروش به نظر من شهری، مهرابم به نظر من شهره، به نظرم شهره، ولی آقای سلیمانی و بعدش این یه اجماع بکنیم اول آقای سلیمانی. چالش بفهم. بچه ها حواستون کجاست؟ خوابید؟ ببینید من تارگت زدم به دو نفر، دو نفر دقیقا دارن زوم میکنن رو من، چون ببینید آخرین مهرهی که میتونم بفهمم واقعا پشت دستم کار کنید. آخرین مهرهی که دارم بهتون میگم، میبازیم ها، با یه دونه میبازیم. آقا همه تون اجماع کنید رو یه نفر، آقای فیروز کریمی خواهشان اجماع کن. ببین چقدر دارم میگم، بعد پشیمون میشیم این فیلمو میبینیم، ولی من دارم میبینم و هر دو طرف خیلی شدیدن دارن با همدیگه هی لایک و دیسلایک میدن. خواهشان این کارو بکن. جمله آخر. متشکرم. بهروز نه فیروز. فیروز. بهروز. آقای فیروز کریمی به طور قطع مافیا است. نیما مافیا است. اگه دیسلایک میدی نیما مافیا است. تموم. مهرابو نمیدونم. رضا مافیا است. و حتما باید تموم کنیم امروز، چون که بریم تو رای گیری، یعنی بریم تو شب تمومه. کس چالش میخواد؟ بفرم. میشه لطفاً تارگت بزنی؟ تارگت رو اعلام کنی؟ من؟ آره بله بس. همین کارو میخواستم بکن. I should explain to you exactly what it is that I do. برای شهر خیلی متاسفم واقعاً، خیلی خیلی ناراحت، خیلی حالم بده. و اینکه من 100% آقای کریمی رو میگم مافیان. نیما جان شما مافیایی. شما آقای خاجوی درست گفتم فامیل تو مافیایی. رضا جان شما مافیایی. من حسم اینه. حالا اگه اشتباه میکنم شهر به فنا رفته، حالا دیگه اینم روش، ولی حسم اینه. و خواهش میکنم که تصمیم درست بگیریم. اگه واقعا اونایی که شهرن که ادعا میکنن شهرن، من پشت از شما بازی میکنم و حس میکنم شما خیلی شهروند صادقی هستی. خیلی دوست دارم همونت. متشکرم. آقا فیروز شما هست، بفرم. به نظر من اصلا ایشون شهروند درستی نیست. اول از این توی محدوده شهری خونه نساخته، بدون آب و برق و گاز وارد شهر شده. مطمئن باشید که اشتباه میکنه، بعدم میاد میگه عذرخواهی میکنه که دیگه یه ریال فایده نداره. نمیگم که شهروند هست یا نه، ولی اطمینان دارم که آخر کار پشیمون میشه. نوبت خودتونه نادر جان. کسی چالش نمیخواد؟ نگاه کنین دوستان، شهروند ها یه قاطی کردم. خیلی ساده است این، یکم دقت کنید. حمله‌ای که داره به من میشه دقت کنید. من اگه شهروند نبودم این کار رو نمی‌کردم. نمی‌خوام بگم چی و چی، ولی الان آقا جون ما یه دونه بیشتر رأی نداریم. مطمئن باشید اگر الان اون حادثه پیش بیاد ما بازنده ایم. الان گوش بدید به حرف من بچه‌ها. الان
الان گوش بدید به حرف من بچه‌ها. و حس میکنم شما خیلی شهروند صادقی هستید. خیلی دوست دارم همون. خیلی دوست دارم همون. الان همه اجماع کنید روی آقای کریمی. همه خواهشن اجماع کنید. ببینید اگر باختید آقا دیگه من خودم که میگم دیگه. همه اجماع کنید. الان ببینید همه اجماع کنید به سودمونه ها. خواهشن اجماع کنید. خواهشن اجماع. متشکرم. کسی چالش میخواد؟ آفرین، دفعه خودش یادش بود. شهر، شهر، مافیا، 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 شهر، شهر، شما رو نمیدونم ولی شما دوتا مطمئنم مافیایین، مطمئنم، چون صحبتهای کارگاه رو خوب گوش دادم و متوجه شدم و کسی که میگه 100% منم مطمئنم. امروز رأی ندیم، دکتر نداریم، خداحافظ. کیو رأی بدی؟ نیما جان. خب خیلی ساده است، خیلی ساده است، یعنی از این ساده تر نمیتونه باشه. فیروز کرمی به شدت وایته، اصلا ایشون سفیده، اصلا شک نکنید. خیلی راحت اصلا دوستان دارن، کیو میخوام بیارم ببرم بیرون آخه واسه آخرین بار. یک شرفندو واقعا ازتون خواهش میکنم، الان به حرف من گوش ندین، تمامه تمامه تمامه. و تارگتی که شما یک دفعه به من میزنی یه خود دیره، اگه میخواستی منو حذف کنی باز زودتر حذف میکردی، نمیدونم چرا نزدید، ولی منو نتونستین حذف کنین. نادر شک نکنید، بیاین روش. تمام، میریم برای رای گیری. دو رای، بفرمایید، دفاع نمی کنن. آقا مهراب عزیز، بایستید لطفا. یک رای، دفاع نمی کنن، بفرمایید. رضا جان، آقا رضا، چهار رای. حسین جان، حسین آقا، دو رای، بفرمایید، دفاع نمی کنن. سروش جان، دو رای، دفاع نمی کنند، بفرمایید. آقای کریمی، آقا فیروز، یک، دو، سه، چهار، پنج دفاع می کنند، بفرمایید. آقا نادر، سه رای، دفاع نمی کنند، بفرمایید. آقا جواد، یک رای، جواد جان، بفرمایید. آقا نادر رو پشتشو نگیرید، اطمینان داشته باشید که 100% داره اشتباه میکنه، به زودی به اشتباه خودش پی خواهد برد. دفاعتون تموم شد؟ بله. نیما جان شما دفاع کنید. دو تا شرفن بود الان باختیم، فقط حرف آخرم میزنم. مافیا که خیلی مشخص بودن، اصلا خیلی واضحه، ولی دوستای شهروند این همه گفتیم یکی دوستمون رو بیرون کنین نکردین، نمیدونم، من مافیا بازشو کرد، به نظرم خیلی هم رو بود، ولی اون دوستای شهروند که الان میتونست پشت من وایسه و منو به عنوان لیدر شهروند قبول کنه و یکی از مافیا رو بنازیم بیرون نکرد. دو تا شهروند تمام شدن بچه‌ها، این دست خدا نگهدار، بدم باختیم. میریم به خواب نیمروز با سرای. آقای فیروز کریمی عزیز، چهار رای، رای اکثریت رو شما دارید، اما اگر نمی داشتید هم باز از بازی خارج می شدید، چون شهردار حکم خروج به شما داد. لطفاً کنار من بایستید، کارت حرکت آخر دارید. آقای کریمی نازنین، بفرمایید. شش کارت. دو سه تا از دوستان هستن که خودشون هستن. یک تا شش، چه کارتی رو انتخاب میکنید؟ همین یک؟ برمیگردونن پشت محوطه جریمه، یک بار دیگه موقعیت هست، یک ضربه از راه. بیخوابی. متشکرم، به افتخارشون دست بزنید، جمع ما رو ترک میکنید. خب بیخوابی معمولا به نفع شهره، چون دیگه شب نمیشه تا مافیا بتونه از قابلیتاش در شب استفاده بکنه. دست بردیم بالا. دوست داری سر صحبت باشی؟ منم دوست دارم. چیکار کنیم؟ هر دست هستا میارم بالا. تک میاری؟ چی؟ تک میاری؟ پلن پلون پلیچ؟ میگم هر کی تک بیاره، یک، دو، سه. یک، دو، سه. ایشون مافیا. تعارف چالش فراموش نشه. چالش کسی میخواد؟ نمیدم، نمیدم، ببخش. چی؟ نمیدم. نداشتیم ما. میتونه آقا، میتونه این کارو نکنه. اعتراض نکنید، چیزی نگید، بریم ادامه. فیروز کریمی مافیا بود، بالاخره به زور شهردار، اونم نه با رأی مردم، رفت بیرون. کسی که ازش دفاع میکرد که هیچ،
اون که تمومه کارش، حامد همایون. من به نظرم تو مافیای نیما که بعدا میزنیمش. من به نظرم حامد همایون. نفر بعد. خب کسی چالش میخواد بفرمین. آقا من فکر میکنم مافیا ما شانس آوردیم. مافیا یهو هول کردن که کلینشیت دارن میکنن و ممکنه دوباره خواهش کنم ببخشید یادم چون وضوحش خیلی کمه. معذرت. فکر کنم خیلی هول کردن. تو که دیگه کشتی خودتو تقریبا برای اینکه نادر رو بندازی بیرون و نشد. تو هم همینطور. همه جا با هم رأیتون یکی بود. همه جا در مورد آقای کریمی رأیتون یکی بود، در مورد نادر هم یکی بود، در مورد منم یکی بود. من نادر برام کاملا سفید شده الان و خودم رو تکلیفم روشنه. به من هم جفتتون رأی داده بودین یهو بی خودی این وسط، نمیدونم واسه چی. و که فکر میکنم خیلی اضافه نریم. اگر نیما الان تابلو ترینه رو همین یکی وایستیم فعلا. متشکرم. خودتون نوبت خودتونه. چالش داده بودید. نیما که تابلو ترینه، اصلا قارش تر از اون نداریم الان تو. آره. و اینکه رضا جان مافیایی کی بودی تو؟ قربونت برم. من این دو نفر رو به قطع میگم مافیان و آقای خاجوی. من این تأکید رو فامیلیتون میکنم به خاطر اینکه خیلی وقتا اشتباه گفتم. شما هم برای من 70-30-70 مافیان نسی. مرسی. کسی چالش دیگه نمیخواد. ببینید بچه ها، الان ما یه جورایی داریم بالانس میشیم. تو رو خدا دیگه اشتباه نکنید. الان اگر یه دونه حتی از شهروندا هم بره هیچ اتفاقی نمیفته، میشیم همون داستان قبلی. تو رو خدا حواستون باشه، هیچ اتفاق نمیفته. ما همه اجماع کنیم رو نیما رو بندازیم بیرون. نیما رو بندازیم بیرون تا بعد بهتون بگم کیا دارن پشت دست نیما بازی میکنن و دقیقاً دارن روی ذهن هممون کار میکنن. ممنون. کسی چالش میخواد؟ بله. ندادی نمیدم. کل زحلی. دمیدی. کل زحلی. بفرمایید. خیلی واسم عجیبه. بذار یه بهتون بگم. خیلی ساده بود. 4 رای آقای کریمی آورد، 3 رای من. اون 3 رای دوستان تمام زورشون رو زدن منو بیرون بندازن، نتونستن. ولی دوستانی که 4 رای دادین به آقای کریمی، خب الان پشت من وایسین دیگه. خیلی ساده است. بله من میگم یه حجم همه من ما شدیم بشیم باشه مافیایی احتمالاً. ازتون خواهش می‌کنم، چیز خیلی بسیار خیلی ساده است. من همیشه گفتم 50 50 شما بودی و الان با توجه که منو جواد رو آوردی وسط، مشکوکی. شما دوتا 100% مافیایین. من که این دست میرم. من که حتی میرم فکر کنم بازی تموم میشه که الان من برم. ولی عاشق تو هم مافیا، عاشق تو هم مافیا و کماکان رو شما هم هستم. بفرمایید. شهردار عزیز خیلی ممنون. جناب مافیا خیلی ممنون که بیخوابی دادی و گذاشتی که شهر زنده بمونه، چون تو شب شات میشد و تموم میشد این بازی. لطفاً یکم هوش داشته باشین، مافیا رو بندازین بیرون، چون شب بشه خلاص شهر. حواستون رو جمع کنین. تمام. خب نوبت خودمه. بچه خیلی ساده است، باز دارم میگم نگاه کنین. همون بار اول بهتون گفتم، ولی الان نگاه کنین یه اشتباه دیگه داره رخ میده. یعنی قطعی داره آقای نیما شاهشو داره قطعی اعلام میکنه که من مافیام. قطعا داره اعلام میکنه من میدونم کی بوده کی نبوده. چرا قطعا اعلام کردی؟ و ببین باز داره حمله میکنه به من. خواهش میکنم اشتباه نکنید. حالا یه چیز دیگه هم بگم، حواستون بچه ها جمع باشه. الان مافیا داره خودزنی میکنه
نگاه کنین دقیق دقت کنین، داره خودزنی میکنه، دارن یه جوری میخوان رد خون بزنن تموم کنن برن پشت هم دیگه قایم بشن. ببینیم ما تا یه دونه آخرش هم باید از بین ببریم، پس فکرتون بکنین اول نیما رو بزنیم بعد بریم سراغ بعدیا که میگم. متشکرم دیگه گلوم فکر میکنم جر خورد. از من شهروندتر واقعا کسی نبود. نمیدونم تو رای گیری واقعا دیگه میشه خیلی دقت کرد، همیشه خیلی خیلی روه، خیلی روه. نمیدونم چندینو چند بار گفتم دیگه، من مافیا رو چند بار بهتون نشون دادم دیگه، حرفی ندارم. کسی چالش بفر جواد پاشودی چی گفتی الان پاشودی چی گفتی کلا پاشودی راجب کی چی گفتی؟ تو این وضعیت دیگه یک نفر تارگت داشته باش. هیچ تارگت نداره. جان باز یادآوری میکنم اگه ممکنه صدا تو بهتر بشنویم. حامد جان شما بنشینید. توی این وضعیت الان همه یک نظری راجع به یک نفری دارن. پاشودی چی گفتی؟ میتونم بپرسم جواب بده؟ جواب نمیتونم بدم. شما میتونید چی ازشون بپرسید که با هیچ کسی رو تارگت نزدی. گفتی هی دقت کنید و فکر کنید و وضعیت مشخصه، هیچی نگفتی. بچه‌ها باز دارم میگم بفرستیمش بره تکلیف روشن کنه. خب وقتی می‌خواستیم بازی مافیا یاد بگیریم اولین درسش این بود که وقتی یه نفر بهش تارگت می‌خوره و حجمه روشه اگر سریع جواب بده ریاکشنش رو میده قطعاً خودش مافیاست. من پشت شما بازی می‌کنم و نیما رو از بازی اول در واقع کنار می‌ذاریم تا بعد به بقیه برسیم و اون مهره مهم ما انشالله بمونه توی بازی و به هممون کمک کنه. متشکرم. نوبت شماست. نادر یه حرف خوبی دیگه هم زد. من فکر میکنم الان بچه های مافیا دارن این وسط یکم نگران شدن، از کلینشیتشون رو از دست دادن، کلینشیتشون رو از دست دادن، به نظرم یکم نگران شدن، دارن یکی قربانی میکنن. خدافظ. آقا رضا کسی شالش میخواد؟ به تو نمیدم. من خیلی بده، آدم واقعا احساس حقیر شدن بهش دست میده، اشتباه بازی کردم. شما درست میگی، من گول خوردم، واقعا گول خوردم. تو مافیای 100%ی، تو مافیای 100%ی، تو مافیای 100%ی و تو مافیای 100% منی و من کاملا اشتباه بازی کردم. حامد همایون و این بازی رو من تو تمرین گول خورده بودم. آدمای خاموش، تو از همه، تو و تو بغل من نشستی، من اشتباه بازی کردم. خب میریم برای رای گیری. با 4 رای به دفاع خواهید رفت. خب اول آقای امیدی بایستید. چه کسانی به ایشون رای میدن؟ به حسین آقا دفاع نمی کنن. بفرمایید. سروش جمشیدی عزیز 3 رای دفاع نمی کنن، تأخیری بود. آقای نادر سلیمانی 2 رای دفاع نمی کنن. بفرمایید. آقای جواد خاجوی 1, 2, 3, 4, 5, 6 رای دفاع می کنن حتما. بفرمایید. آنیما شارخ شاهی 1, 2, 3, 4, 5 ایشون هم دفاع میکنن. آقا حامد همایون 3 رای دفاع نمیکنن. آقا مهراب قاسم خانی عزیز دفاع نمیکنن. آقا رضا داوود نژاد 2 رای دفاع نمیکنن. تمام. بفرمایید. هم دوتا کنار هم هستید، به ترتیب دفاع کنید. الان برای چی یه کشیدین رو من؟ دوستان من چرا یه رأی رو میسوزونین؟ منی که الان تو دفاع هم نمیتونم رأی بدم بندازم بیرون اون آدم رو. دقت کنی؟ باشه همین. مافیا که مشخص بود من نمیخوام بیرون کنم، ولی من شهروندا یکی دوتا رأی شهروند که الان رو من از من وایتر، من بعد بازی قطعاً با اون دو تا دوست شهروند که من رأی دادن و پشت صحبت دارم، باشون صحبت میکنم. یعنی بدترین بازی ممکن رو کردم. متاسفم. تموم شد دفاعاتون؟
خواب نیمروزی، چشم ها بسته. دو عزیزی که در دفاع هستید حق رأی ندارید، بقیه هم فقط به یکیشون میتونید رأی بدید. روی این نکته تاکید میکنم. شهردارم که از قابلیتش استفاده کرده، میریم برای رأی گیری. چه کسانی به جواد رأی میدن؟ دستا پایین. چه کسانی به نیما رأی میدن؟ دستا پایین. چشم همچنان بسته باشه. از خواب نیمروزی بیدار میشیم. چشما رو باز کنید. خب جناب آقای جواد خواجوی، هیچ رأی. و آقای نیما شاهرخشاهی عزیز با 5 رأی جمع ما رو ترک میکنن. قبلش هم کارت حرکت آخر دارید. نیما جان بیا کنار من. بیا بوشم. بفرما عزیز. خوشتیپ. خب یک نداریم. من خیلی ناراحتم الان. من واقعا ناراحتم. از دو تا واقعا ناراحتم. واقعا ناراحت. بازیه نیما جان. بازیه. اون دو تا رأی دیگه چرا به من؟ یعنی بد بازی کردم. یعنی خیلی اشتباه بود. خیلی اشتباه بود. مافیا همینه. بازی اشتباهاته. بازی قضاوت شدن ها و قضاوت کردن هاست. بازی برداشت های اشتباه است. همینه. بعدش هم میخندی. الان کمتر حرص بخور. 2 تا 6 5 5 شلیک نهایی دارید. یعنی به جای مافیا ایشون شلیک میکنن. عجب کارتی اومد. همه چشم ها بسته. همه چشم ها بسته. بسیار هست. متشکرم. جمع ما رو ترک کنید. لطفاً اون پشت ساکت. طبق استعلام جان سخت دکتر بازی خارج شده. حرفه بازی خارج شده. روان پزشک بازی خارج شده. پس نیازی نیست که اعلام کنیم. خب تیم مافیا چشمشون رو باز کنن، با هم مشورت کنن. به فکر غذای فرداتون باشید، چون شلیک ندارید. به جای شما شلیک انجام شده. تصمیم بگیرید برای فرداتون کدوم یکی از شهروندا خوراکتون باشه. متشکرم. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. دکتر لکتر بخوابه. مافیاها همه بخوابن. کارآگاه بازی چشماشو باز کنه. اگر کارآگاه میخواد استعلام بگیره به من اعلام کنه. چشماشو ببنده. جان سخت بازی بیدار شه.
آیا استعلام میخواد جان سخت؟ جان سخت هم چشمشو ببنده. 3-2-1 روز میشود. جان سخت استعلام گرفت. هیچ کس از بازی خارج نشد. از مافیا پدرخوانده بازی بیرونه، از شهروندها دکتر، روانپزشک، حرفه‌ای، کاراگاه بیرونه. الان خوشحالید یا ناراحتید؟ اوضاع چطوره؟ بهترم میشه. سر صحبت سروش جان شما. کسی چالش میخوام؟ خب من هنوز دارم فکر میکنم که چی شد. خواب بودیم، بعد یه مقدارم من دیر ویندوزم یاد دارم، ولی من چیزی نگفتم. چرا اینجوری؟ من الان هیچ حرفی ندارم، اجازه بدیم فقط بشنم. مرسی. کسی چالش میخواد؟ من فکر میکنم یه جا باید اعتراف بکنم، یه جا بد بازی کردم و فریب خوردم، البته به گزارش شما. فریب خوردم، ولی شهروندا هنوز جا هست برای که ببریم. آره، حالا دارم، نه اصلا من دیگه چیزی نمیگم، دارم بد بازی میکنم، میترسم خراب بشه، ببخشید، نه حرفی دیگه نمیزن. متشکرم. کسی چالش میکرد؟ بفهم. خب چرا تارگت نزدین؟ به یکی تارگت باید بزنید. نه دیگه نمیتونم. الان وقت تارگت، الان دیگه وقت چیزی نه نمیتونم. یکی در میون مافیا هست، یکی در الان لای ما، یکی در میون مافیا نشسته، جواد، حامد و سروش. تموم شد؟ بله. خسته نباشی. کاراگاه مافیا رو نشون داد، ولی ما توجه نکردیم دوستان من. هی هم داریم شانس میاریم. یه شب بیخوابی آوردیم، یه شب شات شب آوردیم. حالا نمیدونم چرا کیو زده، چیو زده، چی شده. دوستان گل من، تو رو خدا دقت کنین. بیاین رأی بگیریم آقا. بیاین رأی بگیریم. واقعا آقای سلیمانی، واقعا من دارم به شما شک میکنم. نمیدونم، دست خودم نیست آقای قاسم خانی. بیام کمک کنیم. چون شرایط الان جوریه که شهر میتونه برنده بشه. شهر میتونه برنده بشه. حس بازنده نگیره شهر به خودش. تمام. چالش بچه. کارگاه بازی از بین ما رفت. و شما فکر میکنم بد بازی کردید آیه سلیمان. اگر شهروندین بد بازی کردین و من پشت از شما بازی کردم. تارگت های نیما رو فالو میکنیم. تارگت های نیما رو فالو میکنیم تا برنده بشیم. بفرمایید. کاش میگفتی تارگت های نیما کی بودن که فالو میکنیم. در مورد نیما اشتباه کردیم، یکم تقصیر خودش بود. اون حمله وحشیانه که به آقای کریمی انجام داد واقعا حمله مشکوکی بود، هیچ جورم عقب نشست در موردش. این فضا انقدر ما افتادیم به جون هم، کلن این میز رو فراموش کردیم. این میز از اولش مونده تو سایه واسه خودش و هیچ کس بهش نگاه نمیکنه اصلا. حالا من روی تو خیلی الان مشکوک هستم. نادر کماکان واسه من شهرونده و تو هنوز واسه من پاک نشدی. اصلا واسه من پاک نشدی. باید میتاخت، چون پدرخوانده بود آقای فیروز کریمی و یک عضو مهم شهروند بود نیما. همین.
من همه، یعنی واقعا پشت دست نیما من بازی کردم، تمام تارگیت هاشو من قبول داشتم و به حرف تو هم اعتقاد دارم. سروش 100% الان، من 80% به نظرم مافیا بود، الان سروش 100% مافیاست. من میگم یه اجماع کنیم راجب سروش و بلا تکلیف هم کردی آقای سلیمانی، خیلی بلا تکلیف هم کردی آقا. اصلا من الان چی گفتی؟ دفعه قبل این همه اصرار داشتی که آقا اینجوری پرتب و تاب، الان بلند شدی 5 دقیقه هیچی نگفتی؟ شما مافیایی. نفر بعد چالش. شما چیتون شده؟ شما قبلش دقیقا مخالف نیما بودی. نه نه گوش بده، شما مخالف نیما بودی، همش دیسلایک میزدی. خب یک باره توی حال اجازه بدید، یک باره لایک دادی موقعی که من داشتم حرف میزدم، گفتی پشیمون شدم به خاطر که حرفا رو من زدم. شما چرا یک باره پشیمون شدی؟ چرا یک باره؟ چرا درست نمیگی؟ آدمی که اینقدر اعتقاد داره رو کارش چرا باید یک باره پشیمون بشه؟ من اشتباه بازی کردم، تو چرا یک باره اشتباه رو پذیرفتی؟ تو که اینقدر آگاهی به نیما داشتی خب اصرار میکردی. این یک برای شما. شما چرا اینقدر اصرار داری همایون؟ جمله آخر. چرا اصرار داری ها که الان هر کی نیما رو زده اونو باید بزنه؟ جمله آخر. سوالم بودا، الان من چکی رود ندارم، سوالم. متشکرم. بفرم آقای امیدی، خودت نوبت شما. نوبت خودمه. بگو واسه جا 4 رأی، هر کس 4 رأی بیاره به دفاع خواهد رفت. سروش جان بیست. آرا برای سروش جمشیدی عزیز. دفاع میکنید 4 رأی، بفرمایید. نادر جان بیستید لطفا. یک رأی، بفرمایید. به دفاع نمیرید. جواد جان بیستید. 2 رأی، به دفاع نمیرم، بفرمایید. حامد جان بیستید. دفاع نمیرم، بفرمایید. مهراب جان بیستید. به دفاع نمیرم، بفرمایید. رضا جان بیستید. 2 رأی، به دفاع نمیرم، بیستید. آرا برای ایشون هم 1 رأی، به دفاع نمیرم. فقط شما تک دفاع هستید آقای جمشیدی. بگو سروش جان. من واقعا الان حرفی ندارم برای گفتن، به خاطر اینکه اگه خوب، البته مافیا دارن خوب شرایط فراهم میکنن که منم از بازی بیرون کنم و ببرم، ولی چیزی که هست اینه که من شهرم خیلی هم به دادش رسیدم، خیلی هم به دادش رسیدم. آره اونایی که اینجوری میکنن خیلی دمتون گرم. شما تا الان تارگت نخوردین آیه قاسم خانم، ولی حالا من که میرم خودتونم متوجه میشین که من شهر بودم، هیچ بحثی هم توش نیست، خیلی دارم صادقانه حرف میزنم، من شهرم. ولی همه اونایی که الان دارن عدم تایید درسته میدن، خیلی خیلی مشکوکه. یعنی مشکوک که دیگه برای من شما دوتا که اصلا چیزی، شما هم دیگه اصلا اومدین تو لیست آقای قاسم خانی، با اینکه الان خیلی هم هر دفعه خوشحال بودین که من هیچ رأیی بهم ندادن همه اینها و، ولی واقعا با این، اگر واقعا شهرین، من برای خودم متاسفم که شهروند خوبی نبودم براتون، واقعا متاسفم برای خودم، فقط همین. شما هم که دارین قشنگ از آب گلالود ماهی میگیرین، چون میدونین منو بفرستین بیرون تمومه. و من خواهش میکنم اونایی که واقعا شهرن اینو در نظر بگیرن. جمله آخر بفرم. من گردنم از مو باریک داره. این جمله آخر. تک دفاع هست. اگر 4 رأی بیارند که جمع ما رو ترک کنند. آرا برای آقای سروش جمشیدی.
گردنم از مو باریکتره. با این اگر واقعا شهرین، من برای خودم متاسفم که شهروند خوبی نبودم برای تو. و حس میکنم شما خیلی شهروند صادقی هستی. خیلی دوست دارم همونت. چهار رای. متشکرم. جان بار تکمیل. کارت حرکت آخر داریم. تشریف بیارید کنار من. سروش جان. یک و پنج نداریم. یعنی شش. دو سه چهار شش. شش. مسیر سبز. دوستتون ندارم. تقاضا میکنم از آقای فیروز کریمی تشریف بیاری. اشتباه شده بود. تشریف بیاری. شو میکنم، افشا میکنم، پدرخوانده مافیا. دکتر لکتر بیستن. بفرمایید. دو مافیای ساده. آقا جواد و آقا حسین. و شهروندهای نابود شده. بازی رو مافیا برد. این لحظه بهتون گفتم فیروز. آقا من داشتم میرفتم گفتم موهاش خیلی قشنگ شده. چرا گوش نکردین؟ من داشتم میرفتم گفتم موهاش خیلی قشنگ شده. درد داره. خدایی درد داره. خدایی درد. یه شهروندی که یه دفعه اون یه دونه مافیاتونم از سر من رفت بیرون. چرا نیما اینجوری معلومه که شهروندم. من معلومه شهروندم. چه کسی پشت سر من بازی نمیکنه. خیلی تون بازی کردی نیما. خیلی پرتابی بازی میکردی. من نمیدونم آقای حسین شما چرا میرید. اومدم دیگه دست دو دست آخر من رو چرا من چیکار کردم شما فکر کردید؟ نه چرا بهش رأی دادید دست آخر؟ دفاعش کاملا صادقانه بود. من قطعا بعدی داشته باشه. من شک کم بود گفتم این رضا اول به تو لایک داد بعد با من بعد اولی به این گفتم من شهروندم بابا من شهروند زدید رضا تو این دفعه من زدم فیلم خوب از روی خودم دم خودم گرد هرکی سه تا تالیف این پیروزی رو به جمعیت زحمت کش مافیا خیلی خوب بازی کرد از همه بهترین وقتی همه خوابن اونا بیدارن خیلی مافیای بی خودی من کردم بعدم اصلا خود جواد من گفتم مو قشنگ کی بودی تو گفتم داشتم میرفتم من هرزی میخواهیم شانسی رو بردن شهروند یه شب میخوابی یه خیلی شانس رو بردن مرد باش منو تو روز با رای گیری با کشید نه تو شب مرد باشه تو روز منو بزن ببین رضا هی اومد رو من خالی کرده این من گفتم خب من زدم هی اومد رو من بزنی بعد دقیقا من دیگه رو رضا 100 درصد شده بودم باز اومدم حرف بزنم تو شب شدم چیه گفتم الان بازی یعنی تو اعتماد که تو با من افتاد دو دفعه تو بازی دقیقا ما اتفاق با شهروند با غیرتی بودی نه هرس نمیگه ببین چاره ای نداری ما رو وارد حاشیه میکنن ولی ببین بیشتر دوستم شهروند باشم چون فکر کنم اتحاد مافیا احساس میکنم که میتونم شهروند بهتر باشم بریم ما بریم ببینیم تو بازی چه دور دیدمتون دارین مافیا بازی میکنم من خودم نایت زدن بلدم بچهای پشت صحنه دمتون گرم همه میخواستین همه چیز زحمت میکشین خوشحالم
که مافیا رو دوست داشتی، دنبال کردید، این خیلی به ما انرژی و انگیزه داد. جاتون خالی، اومدیم جزیره زیبای کیش با گروه های جدید. به به، چه هنرمندایی، چه دوستان بازیگر و ورزشکار و غیره، و همه خوب، یکی بهتر از دیگری. سلام علیکم، حال شما؟ آماده یک رقابت 100% جنگنده و مردانه است. نه، میخوام برم دستشوی. آماده نیستم. دروغ نگم. دروغ گفتم. آقا آماده اید بچه بکنید یا نه؟ اصلا عجیب آماده هم. نمیدونم چجوری آمادگیمو ابراز کنم. آمادگی نمیخواد این بازی. هرچی آماده تر باشی بدتره، بیشتر لازم. احساس کردم که ریلکس، خیلی بهش خوش میگذره سر کار. مگه مرغ هم اینجوری برم دستشویی؟ دوباره؟ نرفتم که. خیلی استرس داری. خراب. من همه شهروند میشم، میدونم. هر سه دست شهروند میشم. ببین اگه نگفتم. خوب. تمام بدنسازی هامون رو انجام دادیم، اردوه هامون رفتیم، بازی های تدارکاتی رو انجام دادیم. بچه همونم الحمدلله همه سالم هستن، همه روپا هستن. آره، به هیچ وجه. خیلی فاصله دارم تا آماده، ولی گزینه دیگه ای ندارم، باید بیفتم تو حوزه. استرس بالاست و همه هم قوی هنو به شدت صفر. من های من، ولی بریم ببینیم چی پیش میاد. حالمون خوبه. ببین من شب معارفه، چشمای نازنینتون استراحت کرد، ببندید، شب است. پدرخوانده مافیا به ما یک تایید نشون بده. دکتر لکتر هم همینطور. دو مافیای ساده. اشتباه کردن، من یه شهروند ساده بودم، برای همین شهرشون به باد میره و بعدن قدر من. اشتباه؟ متاسفانه. ولی خب بازی چون پیچیده بود، من فکر کردم باید یه حرکتی بکنم، یا خودم برم بیرون، یا اینکه بتونم یه مافیا رو حذف کنم که حالا اشتباه شده. اول من خودم رو نجات دادم، به خاطر اینکه احساس کردم اونا فهمیدم من شهروند معمولی نیستم و احتمالا منو خواهند زد به خاطر این جریان. یه جوری میگه انگار مثلا خودم مقصر بودم. آها، مقصر بودم، چون توی ایستادن دوتاشون رو گفتم، حسین رو گفتم و فیروز رو گفتم، فیروز خانم، و موقع رفتنم داوود نژاد گفتم، به اون دو نفر که هم اشاره کردم، سه تاشون گفتم دیگه. به هر حال بچه‌ها بعد همون رد رو می‌گیرن. قبل از اینکه بخواد شروع بکنه مجبور شدم که قلقمش کنم. نفر چهارمو گفتم یا نگفتم بهتون؟ بله بله، سه تانم تو صحنه گفتم. این شاهد زنده، حق دارن بزنن، منم بودم می‌زدم. آقا جواد و آقا حسین و شهروندهای نابود شده، بازی رو مافیا برد. وای رفیق احتیاط کن، اینجا سایه ها نور رو بردن، تو این شبای مافیا بره ها گرگ خوردن.